کادی صفر رئال مادرید دو، تیم کارلتو نمیخواهد ناامید شود. نگران بیابرو شدن بارسا هستم، نه اخراج از چمپیونز لیگ. امیدوار به حذف رئال، چلسی ناامید نیست. سابقه خوبیابی ها در جبران. هالند به سرعت برق و باد به رکورد صلاح رسید. آنچلوتی: کار سخت برای انتخاب ترکیب بازی با چلسی دارم. شوک به همسر حکیمی، اموال اشرف به نام مادرش است. بایرن یک، هوفنهایم یک، شوت بزنید زومر گل میخورد. بایرن مونیخ پس از شکست سنگین از سیتی امروز در بوندسلیگا هم نتوانست از صد هوفنهایم رده 14 بگذرد و با تساوی 1-1 متوقف شد. مهمان در تنها شانس گلزنی جدی خود دروازه زومر را باز کرد. در روز بیدقتی مهاجمان، بولونیا 1 میلان 1. میلان در زمین بولینیا با تساوی 1-1 متوقف شد تا در صورت برتری اینتر مقابل مونزا جایگاه چهارمی خود را از دست میداد. به نظر بیشتر بازیکنان این تیم روی بازی برگشت برابر ناپولی تمرکز کرده بودند. چلسی 1 برایتون 2، لمپارد را برای باخت آفردند. چلسی امشب در خانه خود به مسافه برایتون رفت و با نتیجه 2-1 شکست خورد تا سومین شکست پای پای خود در دوران فرانک لمپارد را تجربه کند. و ما در سوی دیگر لندن، تاتنهام که میزبان برنموس بود با نتیجه 3-1 به این تیم باخت. اما باز هم در سری آ، ناپولی 0 ویرونا 0. ناپولی امشب در هفته 30 سری آ در خانه خود به مسافه هلاس ویرونا رفت و نتوانست نتیجه بهتر از تساوی بدون گل به دست بیاورد. نفس تیم پ پشت گردن توپچی ها. سیتی 3 لیستر 1. منچستر سیتی امشب در خانهش به مسافه لیستر سیتی رفت و موفق شد حریفش را با نتیجه 3-1 شکست بدهد. اینتر میلان هم با نتیجه 1-0 به مونزا باخت و هدیه بارزش برای میلانی ها فرستاد. پی اس جی 3 لانس 1. فرار به سوی قهرمانی. پاری سن ژرمن با پیروزی 3-1 مقابل لانس گام بلندی به سوی قهرمانی در رقابت این فصل لیگ 1 برداشت. شاگردان کریستوف کالتی امشب در حال مقابله نزدیکترین رقیبشان در جدول لیگ 1 قرار گرفتند که در صورت شکست فاصلهشان به 3 امتیاز کاهش پیدا می کرد. اما با درخشش لیلن مسی و کلین امبپه به یک پیروزی شیرین رسیدند تا با افزایش فاصلهشان به 9 امتیاز در انتظار هفته های پیش رو باشند. کادی 0 رئال مادرید 2، تیم کارلتو نمیخواهد ناامید شود. رئال مادرید با کسب پیروزی 2-0 مقابل کادیز فاصله خود را با بارسلونا به 10 امتیاز کاهش داد. رئال مادرید در یک از بازی‌های هفته 29 لالیگا مهمان کادیز بود. این دیدار که در ورزشگاه نو و میراندیلا آغاز شد و شاگردان کارلو آنچلوتی در شرایطی که 10 موقعیت گلزنی داشتند در نهایت تعریف خود را با 2 گل شکست دادند. شوک به همسر حکیمی، اموال اشرف به نام مادرش است. هبه ابوک همسر اشرف حکیمی در جریان برگزاری دادگاه طلاقش متوجه شد که او تقریبا مالک هیچ یک از اموالش نیست. ابوک و حکیمی تصمیم گرفتند با توافق دو طرف از یکدیگر جدا شوند و به زندگی مشترکشان به دلیل اختلافاتی که با هم داشتند خاتمه دهند. این بازیگر اسپانیایی که 12 سال از مدافع پاریس سن ژرمن بزرگتر است، تنها 2 میلیون دلار ثروت دارد که در مقایسه با ثروت نزدیک به 25 میلیون دلاری همسرش چندان چشمگیر نیست. بر اساس قوانین جدایی و دادگاه فرانسه، او پس از جدایی می توانست نزدیک به 8.5 میلیون دلار از سرمایه و ثروت همسر سابقش را در اختیار بگیرد. اما شرایط مطابق انتظاری او پیش نرفت و مشخص شد که این بازیکن تقریبا تمامی اموالش را به نام مادرش کرده است. حکیمی پیش از این با اشاره به اهمیت خانواده در زندگیش گفته بود: مادرم خانه مردم را تمیز می کرد و پدرم رفتگر بود. ما از خانواده فقیر آمدیم که توانایی پرداخت هزینه زندگی را نداشتیم. امروز من برای آنها می جنگم. آنها بسیار برای من فداکاری کردند. آنها برادر کوچکترم را از بسیار چیزها محروم کردند تا من موفق شوم. آنچلوتی: گل نزدن بنزما ناراحتم کرد. کار سختی برای انتخاب ترکیب بازی با چلسی دارم. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید بعد از پیروزی مقابل کادیز تاکید کرد تیمش در بهترین شرایط ممکن برای بازی برگشت با چلسی آماده است.
رئال مادرید موفق شد میزبانی خود کادیز را در هفته 29 لالیگا با نتیجه 2-0 شکست دهد. آنچلوتی در پایان دیدار در مورد پیروزی کمگلی تیمش با وجود داشتن موقعیت‌های بسیار گفت: بازی زیبای انجام دادیم و من بازی تیمی را ترجیح میدهم. آماده سازی برای این دیدار آسان نبود، اما بازیکنان با نگرش عالی ظاهر شدند. سرمربی رئال در مورد تصمیم خود برای ترکیب بازی با چلسی گفت: وقتی تیم اینگونه خوب بازی میکند باعث میشود تا تردیدهای شما برای انتخاب ترکیب بیشتر شود. امروز خیلی ها خوب کار کردند. شوامنی خیلی خوب بازی کرد. سبایوس و آسنسیونیس همینطور. کریم هم معمولی بود. تردیدهای وجود دارد، اما از بابت داشتن گزینه های متعدد خیالمان راحت است. کارلتا در مورد عملکرد بنزما گفت: او خیلی خوب و سر حال بود. با کریم گفتم تو را در ترکیب قرار میدهم و هر وقت خسته شده تعویضت میکنم. کمی از این که او نتوانست گلزنی کند ناراحت شدم. با این وجود دیدن بازی او لذت بخش و تعویض کردنش دشوار بود. میخواستم از حضور او در زمین لذت ببرم. هالند با سرعت برق و باد به رکورد صلاح رسید با ثبت گل شماره 31. ارلینگ هالند با ثبت 31مین گل خود در لیگ برتر انگلیس به رکورد محمد صلاح رسید. ارلینگ هالند دو گل مقابل لستر سیتی به ثمر رساند تا با محمد صلاح سایست بیشترین گل زده در یک فصل لیگ برتر برابری کند. صلاح مهاجم لیورپول در سال 2018 با 32 گل در یک فصل در 38 بازی رکورد زده بود. ستاره مصری رکورد کریستیانو رونالدو از منچستر یونایتد در سال 2007-2008، آلن شیرر از بلک برن روورز 1995-96 و لوئیس سوارز از لیورپول سال 2013-14 را که همگی 31 گل به ثمر رسانده بودند شکسته بود و حالا هالند نیز با صلاح برابری کرد. هالند در دقیقه 13 موفق شد گل دوم منچستر سیتی را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند. او همچنین 12 دقیقه بعد روی پاس کوین دبروین گل سوم شاگردان پپ گاردیولا را وارد دروازه حریف کرد. هالند در حالی موفق شده به رکورد 31 گل در لیگ برتر انگلیس دست پیدا کند که بجز بازی امشب 8 هفته دیگر نیز برای گلزنی فرصت خواهد داشت. و اگر اتفاق عجیب و غریبی رخ ندهد، او رکورد بیشترین گل زده در یک فصل لیگ برتر را به تنهایی از آن خود خواهد کرد. نگران بی‌آبرویی شدن بارسا هستم، نه اخراج از چمپیونز لیگ. خاویر تباس رئیس لالیگا یک بار دیگر به با بارسلونا حمله کرد و گفت که پرونده نگری را جدیترین آسیب را به اعتبار و چهره جهانی بارسلونا و لالیگا وارد کرده است. دوشنبه ساعت 12:30 به وقت کابل و تهران خوانلپورتا قرار است در یک نشست خبری در مورد پرونده نگری را صحبت کند و به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ خواهد داد. بارسلونا متهم است که بین سالهای 2001-2003 رقم 7.5 میلیون یورو به خوزه ماریو اندریکس نگری را نایب رئیس سابق کمیته داوران فوتبال اسپانیا یا پرداخت کرده است. نهادهای مختلف از بارسلونا شکایت کردند و تحقیقات از این باشگاه ادامه دارد. خاویر تباس در مورد نشست خبری لپورتا گفت: او این کار را باید زودتر انجام میداد، ولی همین که بالاخره تصمیم گرفته شفاف سازی کند نیز خوب است. من منتظرم تا توضیحات او را بشنوم، ولی سوال اینجاست که لپورتا چگونه میتواند ادعا کند در طول این همه سالها و با 4 مدیریت مختلف بارسلونا فریب خورده و در واقع قربانی بوده است. آسیب وارد شده به اعتبار و چهره جهانی بارسلونا و نیز لالیگا بسیار بیشتر از آن چیز است که شما تصور میکنید. اخراج احتمالی بارسا از لیگ قهرمانان؟ صادقانه بگویم من بیشتر نگران بی‌آبرو شدن این باشگاه هستم، نه تعلیق موقتش از لیگ قهرمانان. امیدوار به حذف رئال، چلسی ناامید نیست. سابقه خوبی آبی ها در جبران. چلسی در لیگ قهرمانان سابقه بازگشت‌های خوب را دارد و سه‌شنبه شب با وجود شکست 2-0 در بازی رفت برابر رئال امیدوار به صعود است. چلسی چهارشنبه گذشته بازی رفت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان را با 2 گل در زمین رئال واگذار کرد و سه‌شنبه پیش رو در استنفورد بریج باید برای جبران وارد زمین شود. چلسی با بازگشت و جبران شکست دوره رفت بیگانه نیست و 5 بار علی‌رغم شکست در بازی رفت توانسته در بازی برگشت و در زمین خود جبران کند. آخرین بار دور قبل و در 1/8 نهایی بود که چلسی با وجود شکست در زمین دورتموند در استنفورد بریج 2 گل زد و به 1/4 نهایی رسید. در فصل 2011-12 که چلسی در نهایت قهرمان شد، این تیم در زمین ناپولی 3-1 شکست خورد، ولی در بازی برگشت 4-1 پیروز شد و به 1/4 نهایی رفت. چلسی در فصل 2004-2005 نیز در 1/4 نهایی با وجود شکست 2-1 در نوکم برابر بارسا در بازی برگشت 4-2 پیروز شد و صعود کرد. در فصل 2007-08 چلسی با وجود شکست 2-1 برابر فنرباخچه توانست در بازی برگشت 2-0 پیروز شده و صعود کند. در فصل 2013-14 نیز چلسی در زمین پی اس جی 3-1 باخت، ولی در استنفورد بریج 2-0 برد و صعود کرد.